سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز با در دست داشتن یه چند تا سکانس خوشگل از آخرین سفرمون به استان مازندران قراره که شما رو همراه بکنم با خودم، هم شما لذت ببرید هم یه مرور خاطری برای خودم بشه، چون تقریبا یه ماه دو ماهی از اون سفری که رفتیم گذشته و من تنبلی کردم و ولاگش رو نساختم، اما حالا این مدلی پیش میریم. سفر ما با ترافیک شروع شد، ترافیک تخمی تهران که همه اونایی که تو کلان شهرها زندگی میکنن میدونن چی میگن. بعد از گذر از ترافیک اتوبان همت میرسه به تابلویی که روش نوشته آزادراه تهران شمال، پایینش نوشته چالوس، که دمشون گرم واقعا اون آزادراه رو درست کردن و به هر شهر شمالی که شما بخوای بری حداقل یه ساعت مسیرتو کوتاه‌تر میکنه. بعد از اون یه سری تونل هست که معروف ترین و خفن ترین اون تونلا تونل کندوانه که احتمالا اسمشو شنیدید. عموم مردم توی این تونلا انقدر جیغ میزنن که تا سر حد پارگی پیش میرن، اما تو مثل یک انسان متمدن از رانندگی توی این جاده و تونلا لذت میبری. و ناگهان جاده چالوس، اصلا چی بگم براتون از این جاده خفن. به نظرم اگه بهشتی وجود داشته باشه حتما جاده ورودیش باید جاده چالوس باشه. و ورودی شهرهای شمال، نمیدونم تا چه حد با من موافقید که ورودی تمام شهرهای شمالی چند تا وجه مشترک دارن. همهشون بلا استثناء با صفا هن و اون حس قشنگ رسیدن رو بهت القا میکنن. بعد از اینکه رسیدیم یه نمکی استراحت کردیم و وسایل رو مرتب گذاشتیم اون جایی که بودیم و اینا. بعد الان نشستیم دور میزی خانوادگی، خیلی صفا داشت، یه عصرونه خوردیم، بعد از نهار رسیدیم. و یه چیزی که این روزا دیگه کمتر دیده میشه دیگه، میدونید چی میگم. خیلی خوش گذشت اون دوره همیه بعد از زوری. من امروز بولا همچون خواستم تو آب میده کن لباس نده. الان همین خوابش هم میزه؟ نه خیلی آبش موج جایی موج جایی میده بابا میده یه بار داشته قرم شده. نه خب اینجا اون بعدش هم فکر کنم حدود مثلا یه ساعت اینا بعدش رفتیم ساحل، دریا، چیزی که همه به خاطرش میرن شمال. و اونجا هم باحال بود، فکر کنم غروب آفتاب بود، دقیقا نمیاد بذار باید ویدیوهاشو یه نگاه بندازم، اما فکر کنم غروب آفتاب بود و خیلی هم اونجا واقعا باحال بود اون فضای اون تایمش. یهویی از دریا هم بگی؟ از عیرزا هم بگی؟ سالش هم؟ عیرزا همیشه میریم توی همه برنامه همون. روز بعدش تو اون محوطه جایی که بودیم گیم نت داشت و با آقا بهنام که تو ویدیوی قبلی اتمالا دیدیتش رفتیم پی اس زدیم، خیلی خوش گذشت اون تایم. ولی خب نذاشتن فیلم بگیریم، من نمیدونم چرا نذاشتن، ولی خب دیگه محیط خصوصی بود و حق داشت که نذاره. و بعدش رفتیم پینگ پونگ بازی کردیم، اونجا دیگه تونستیم فیلم بگیریم چون محیط عمومی بود و کسی نبود بهمون گیری بده. برو، من با یه دست دارم فیلم میگیرم، با یه دست دارم بازی میکنم و شرایط شرایط سخت. خوبه که چشه شکسته است، خوب نمیره. نه بابا شکسته است، بهونه ها شروع میشه از همین اول مسابقه. مثل پی اس دست خرابه پاریس سن ژرمن، اصلا فکرش نمیکردی. دو چهار من چندتایی؟ 11 تا آره 11 تو 21ه. هرچی بزنم بازی میکنم. نمیدونم چند تا بگم. 10 4 10 4 من. اینه خانم
دستاش تو از جلو. اونجایی که ما ساکن بودیم دقیقا روبروش یه جنگل توری بود که خیلی قشنگ بود، توش مه و اینا. حالا اگه عکسی فیلمش رو بکرم از اونجا براتون میذارم، خیلی حس باحالی داشت. و ما دنبال یه راهی بودیم که به اونجا رو بتونیم بریم پیدا کنیم، بریم داخل اون جنگله، و پیدا هم کردیم و رفتیم. ولی جنگل شمال اینجوریه که نمیتونی خیلی بری درونش، یعنی بری درونش اتفاقای بدی میفته، حالا از نظر مختلف، اتفاقای بد انسانی، اتفاقای بد حیوانی و چیزهای دیگه. همون اوایل جنگل جای اتراق کردیم و اونجا هم خوش گذشت. آقا بهنام در حال روشن کردن آتش. بله. اینجاست که میفرماد که زردی من از تو، سرخی تو از من. آره، خلاصه این بود چکیده ای از سفر شمال ما. یه ولای شمال کم داشتی یه کانال، بعد اینم میذاشتم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه، امیدوارم این حس خوبه رو گرفته باشید، امیدوارم. و در آخر شما رو با این نما از دریا تنها میگذارم و خدافظ.